شادی کنید مسیحا اومد، نور عالم هویدا شد مسیحا اومد، تو شهر داوود مسیحا دنیا اومد، مسیح پسر خدا به دنیا اومد، تحت نجات هر کسی که ایمان داره، حتی مومیان ده نجات داره. اگر به دل ایمان داری اعتراف کنی، روح خدای زنده رو تو رقص کنی، او وعده داده که میاد تو دلهای ما، از هر بدی پاک میکنه او قلبهای ما، دیگه ندارم غمی او کنارمه، از چی باید بترسم او همراهمه. شادی کنید مسیحا اومد، نور عالم هویدا شد مسیحا اومد، تو شهر داوود مسیحا دنیا اومد، مسیح پسر خدا به دنیا اومد. شدم مسیحا اومد، اومد که تک تک ما رو حمایت کنه، نزد آبهای راحت هدایت کنه. حالا وقتشه که پاشیم خدمتش کنیم، ما هم مثل مسیحا محبت کنیم، خبر خوش انجیلو به همه بدیم، این که مسیح منجی هست به همه بدیم. او وعده داده که میاد تو دلهای ما، از هر بدی پاک میکنه او قلبهای ما، دیگه ندارم غمی او کنارمه، از چی باید بترسم او همراهمه. دست بزنید شادی کنید مسیحا اومد، نور عالم هویدا شد مسیحا اومد، تو شهر داوود مسیحا دنیا اومد، مسیح پسر خدا به دنیا اومد. دست بزنید شادی کنید مسیحا اومد، نور عالم هویدا شد مسیحا اومد، تو شهر داوود مسیحا دنیا اومد، مسیح پسر خدا. واژه ادعا به توسط شخص مدعی زمانی معنا پیدا میکنه که بتواند خود را ثابت نماید. در غیر این صورت این واژه بار منفی و خونسا به خود میگیرد. شخص مدعی با در نظر گرفتن قدرت و تواناییش، با طرز تفکر و احساس حتی عمیق خود و حتی بیان مقتدرانش، با شهرت و محبوبیتش، فقط با عمل به اجرا در آوردن آن ادعا میتواند خود را ثابت کند، حتی اگر تمام جهان وعده او را بپذیرند. انجیل عیسی مسیح گواه بر این هستش که عیسی مسیح تنها کسی بود که وقتی که وعده داد، وقتی که ادعا کرد، مطابق ادعا و وعده خودش ایستاد. و لغای پزشک در اعمال رسولان 1:1 اعلام میکنه که عیسی مسیح به آنچه که عمل کرد تعلیم داد، یعنی در ابتدا خود رو در فعل قرار داد و بعد اون رو در تعلیم برای دیگران آورد. فریسیان، صدوقیان، کاتبین از این رو مورد انتقاد سخت عیسی مسیح هستند، چون به آنچه را که میگفتن عمل نمی کردن. در انجیل متا 23:2-3 میخوانیم که اعلام میکنه عیسی به خطاب به مردم گفت: کاتبان و فریسیان بر کرسی نشستن، یعنی قدرت و مقامی دارن، جایگاهی دارن، پست روحانی دارن، پستی دارن که مردم به اونها احترام میگذارن، پس آنچه به شما میگوین نگاه دارید، یعنی بپذیرید، قبول کنید و به جا آورید، پس عمل کنید به آن، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید، زیرا میگویند و نمی کنند. و گویا فقط گویندگان بودن.
و درک درستی نداشتن. وقتی قدرت بیان و نمایش مدعیان به اوج خود میرسه، قدرت عمل آن به صفر خواهد رسید. خیام نیز در این رابطه اعلام میکنه: شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی، از گفتا مستی هر لحظه به دام دیگری پابستی. گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ بلا فاصله مدعیان دیر یا زود مورد انتقاد خواهند قرار گرفت و نمی توانند آنگونه که اعلام می کردند دل مردم رو به دست بیارن. عیسی مسیح در گفتار و تعالیم خود به شاگردان نیز این هوشیاری و آگاهی را می داد تا مبادا در دام ریاکاری و فقط ادعا قرار بگیرن، چون ادعا به تنهایی ویران کننده است و آگاهی برعکسش باعث درمان خواهد شد، باعث شفا خواهد شد. از این رو هستش که ما و بقیه معلمین در این کلیسا با اذین سعی داریم در کنار رسوندن خبر خوش، هوشیاری هم بدیم، آگاهی هم بدیم. آگاهی ما، هوشیاری ما هرگز بر اصل محکوم کردن کسی نیستش. هرگز نمیخوایم شما سرزنش بشید، هرگز هیچ کدوم شما. عرض کردم در ابتدا این کلام برای واعظین هست، برای معلمینی هستش که به شما میگن، بلکه این آگاهی هستش. پس هوشیار باشیم وقتی کلامی رو میشنویم، خودمون رو تقدیس کنیم با اون کلام و به جای دیگه اندیشه نکنیم، چرا که خدا میخواد که گاهی واعظین در رابطه با بعضی از موضوعات یه مقداری سخت صحبت کنه، همون گونه که خب عیسی مسیح میبینیم در کلامش در برابر فریسیان نیست خیلی سخت صحبت میکرد و مجال این رو به اونها نمیداد که اونها باز با ریاکاری دست به اعمالی بزنن که باعث آشوب بشه. و به خوبی ما میدانیم که دنیایی رو که پشت سر گذاشتیم، تاریخ بشریت نشون میده 1400 سال معلمین کاذب، معلمین دروغین مسلمانان و مسلمان زاده ها رو دلیل هلاکتشون شدن، اونها رو آسیب رسوندن و مجال این رو ندادن که خبر خوش نجات رو بشنون، چرا که به خوبی باز همه ما میدانیم که در قرآن، در باورهای اسلامی، در احادیث، در روایت ها این گناهه، این کفره اگر یک مسلمان از باور خودش دراد، اجازه نداره از این عضویت حزب اسلام بیرون بیادش. و این نیز دلیلی شد که متاسفانه حتی مسلمانانی که میل به این داشتن حقیقت رو کسب کنن به خاطر این آیات اسیر شدن. باز شاعری اعلام میکنه: به زاهد گفتم این زهد و ریا تا کی بود باقی، بگفتا تا به دنیا مردم نادان شود پیدا. وقتی مردم میل به این ندارن که حقیقت براشون مکشوف بشه، باز بشه. اما میخوایم بریم با دیگه از انجیل متا 26:20 نسبت به لحظاتی که مسیح داره آماده میشه برای اینکه قربانی گناهان بشریت بشه و در این را آقای وسط هم روشن کنیم. من انجیل متا 26:20-35 رو میشنویم. چون وقت شام رسید با آن 12 بنشست و وقتی که ایشان غذا میخوردند او گفت: سپاسگزار میشم زهره جان، شما هم لطفا این ما سالها سالی میگیم این غذا نگید، بگید خوراک لطفا. این هم یکی از توطئه های متاسفانه باورهای اسلامی بودش، خوراک بگید لطفا، غذا نگید، سپاسگزارم. بله. و وقتی که ایشان خوراک می‌خوردند او گفت: هر آینه به شما می‌گویم که یکی از شما مرا تسلیم می‌کند. خب می‌دانیم که وقتی صحبت از شام می‌کنه داره صحبت از روز فصح می‌کنه که در اصل اون یک هفته رو یهودیان مراسمی رو داشتن و به پاس اینکه از اجدادشون از مصر عبور کرده بودن قربانی میدادن و اون روز نیز روز اول فصح بود که یهودیان داشتن آماده میشدن برای این کار. اما
وقتی اشاره میکنه نسبت به مسیح که کی یک نفر هست در جمع شما مرا لو میده، این صحبت از ادعا نمی کنه، دقیقاً مستقیم داره صحبت از خیانت میکنه. میگه یک خائن در بین شما هست نه مدعی. چرا که خیلی موقع ها مدعیان، خواهیم رسید بهش با همین کلام، مدعیان میل به خیانت ندارن، میل بی‌وفایی ندارن، اما تو جنگ های قرار میگیرن، تو شرایطی قرار میگیرن، منظورم جنگ روحانیه، قرار میگیرن که یک بار مجبور میشن. شاید برای ما هم پیش اومده باشه که آنچه را که حتی تعلیم دادیم رو انجام ندادیم، اون لحظه شدیم مدعی. عیسی مسیح اونجا اشاره نمی کنه. عیسی مسیح داره دست میذاره رو شخصی که کلام خدا میگه او چی بود؟ دوز بود. اصلا میگه دوز بود، دوزی میکرد. هر جا که عیسی مسیح رو میل به این داشتن او رو برکت بدن از نظر مالی، یک باره میمد میگفت این پول حیف نیست، این پول رو برداریم به فقرا کمک کنیم. پس بنابراین اینجا داره صحبت از یک شخصی میکنه که ماهیت خیانت رو داشته، خائن بوده، که منظور که یهودا اسخریوت، داره صحبت از اون میکنه. بله. پس به غایت غمگین شده هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردن. چرا غمگین شدن؟ چون حقیقتا مسیح رو دوست داشتن، حقیقتا میل به وفا دارید نسبت مسیح داشتن، و این برای همه ایماندارا پیش میاد. خیلی موقع ما کارهایی رو میکنیم که بعدش اصلا تعجب میکنیم چرا ما باید این کار رو میکردیم. الان تعجب میکنیم چرا اسخریوطی، یهودا اسخریوطی این کار کرد. ولی من از خودم میگم چه بسا که منم مثل اسخریوطی بارها مسیح رو تسلیم کردم. من خودم رو میگم که در طول زندگی روحانیم چه بسا بارها من این کار رو کردم. پس این هوشیاری داره کلام به همه ما میده، مواظب رفتارمون باشیم، چون غیر از این باشیم یا دانسته خائنیم و یا ندانسته چی هستیم؟ مدعی. بله. که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت آن که دست با من در قاب فرو برد همان کس مرا تسلیم نماید. هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت می کند. بله. خب ما می دونیم به خوبی در کتاب زکریا نیز به اون اشاره میشه که عیسی مسیح، و بیش از 300 پیشگویی در این رابطه هست. در کتاب اشعیا 53 نیز به اون اشاره میشه که صحبت از مرگ مسیح و قیام اون میکنه، که بازم چون در تو اشعار الان مراسمی رو داریم میخوام بیشتر صحبت کرده باشم، که اشاره به این هست که عیسی مسیح بهر گناهان بشریت نه تنها مرد، نه تنها مرد که من و تو نجات پیدا کنیم، بلکه من و شما هر یک شنبه عشای ربانی که میاییم اینجا نسبت به اعمال و گناهانی که انجام دادیم ادعا کردیم این کار درست نیست، اما رسول انجام داد دوباره اون کارو، بیام اینجا نسبت به اون گناه بمیرم، بگم خداوند توبه میکنم و میخوام دوباره شروع کنم، از نو میخوام شروع کنم، تازه بشم در حضورتون. اگر کینه‌ای در دل دارم خداوند منو ببخش و من اون رو میبخشم. کامل بخشش و محبت خدا بیاد تا من زنده بشم و در اون تولد تازه که در انجیل یوحنا باب 3 اشاره میکنه قرار بگیرم. بله. لکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود. خب اینو میگه کلام خداوند اعلام میکنه، که همون گونه که دادم در کتاب زکریا نیز بهش اشاره میکنه، اعلام میکنه که این عمل انجام باید میشد، اما یهودا اسخریوطی تصمیم گرفت، این تصمیم رو گرفت که چنین کاری رو بکنه به خاطر طمعی که داشت نسبت به دنیا. پس این هوشیاری هم داشته باشیم که این دنیای زیبا همه چیزش خوبه، اما مرزی بذاریم، این مرزم بذاریم بین این مرز اراده خدا باشه. آیا خداوند من تا به اینجا شهرتم قدرتم، من خودم میگم شهرتم قدرتم، این که مردم دنیا منو بسن میشن، که مسیحی ها برفرض منو میشناسن، خداوند برم قدم جلوتر بذارم یا نه، یا هوشیار باشم خداوند چگونه عمل کنم. مرزش اینه که اراده خدا رو در تمام تصمیماتمون بگیریم. بله. بخوایم. آن شخص را بهتر بودی که تولد نیافتی،
و یهودا که تسلیم کننده وی بود به جواب گفت ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت تو خود گفتی. بله. چرا که خبر داشت از موقعیت خودش، حتما مورد انتقادم قرار گرفته بوده، غیر مستقیم و مستقیم از رسولان و دیگران، و همه اونو اونطوری میدیدن که یه فکر دیگه داره، یک اندیشه دیگه داره. بله. و چون ایشان غذا میخوردند عیسی نان را گرفت، برکت داد و پاره کرد. که اشاره به بدن خودش هست. بله. به شاگردان داد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از آن بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این از میوه ما دیگر نخواهم خورد. سپاسگزارم. اجازه بفرمایید. عیسی مسیح می دانست که عید فصح در اصل عهدی است بین قوم اسرائیل و خدا، اما قوم اسرائیل نتوانستن، بارها و بارها قول داده بودن، عهد بسته بودن، قربانی گذرونده بودن، ولی بعدش دوباره بت پرستی کرده بودن. عیسی مسیح بنیاد عهد تازه‌ای رو میگذاره با خون خودش، با بدن خودش، نسبت به مریدان خودش، که بدانید آنچه را که شما به عنوان عشای ربانی انجام میدید در برابر کاری است که من برای شما کردم. پس به یاد بیارید این عهد رو که زندگیتون رو مدام تقدیس کنید، از روی خدا تقویت بشید، مشارکت رو داشته باشید با ایمانداران، با کلیسای زنده مسیح در رابطه باشید، با رویایی که خداوند به کلیسای شما داده در تماس باشید، هوشیار باشید. متی 28:19 همون گونه که امیر جان گفت، اون گم شده رو برید دنبالش، خبر خوش نجات رو بهش بدید، سهمی داشته باشید در اونجا تا بتونید بیسید. اما قوم اسرائیل به تجربه مطابق کلام خداوند در اون زمان مدام بت پرستی میکردش و مدام به تجربه نیز گرفتار میشد. فروغ فرخزاد نیز این گونه اعلام میکنه، وقتی که ما در رنگ و ریا قرار میدیم، وقتی ما در ادعا قرار میگیم، عملا اونطوری که باید باشیم نیستیم، اعلام میکنه پیشانی ار زداغ و گناهی سیاه شود، پیشانی ار زداغ گناهی سیاه شود، به زداغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. بهتر هستش که هیچی نگیم تا ادعا بکنیم. چرا چنین اشعاری میاد؟ چرا چنین شعرهایی در سرزمین عزیز ما به توسط شعرا گفته شده؟ به خاطر اینکه مدعیان همه دروغ گفتن، معلمین اسلامی همه دروغ گفتن، آن گونه که اعلام کردن رو انجام ندادن. چرا باید خردمندان ما، اندیشمندان ما بر علیه این باور اسلامی باشن؟ مدعی بودن. امروز من و شما ریسمان های تازه برای نجات ایران و ایرانیان هستیم، مسیحی هایی هستیم که خداوند نهال تازه را در ما کاشته. مبادا ما مدعی بشیم، هوشیار باشیم. عشای ربانی هست. قبل از اینکه به عشای ربانی نزدیک بشیم، خواهش میکنم همه ما که در کلیسا هستیم، همه شما هستن که روی اینستاگرام هستید، روی فیسبوک هستید و آماده میشید به این سفره نزدیک بشید، فکر و دلت و تجربه و زندگیت رو، عملت رو بیا در حضور خدا. اون جایی که گفتی انجام ندادی، وقت توبه است. توبه کنیم. من از خودم میگم باید من توبه کنم تا خدا کلیساشو برکت بده، خدا ملکوتشو برکت بده، خدا خبر خوش نجات رو برکت بده، به گوش مردم برسه. عزیزانی هستن که میگن ما همیشه بشارت میدیم، یه نفرم نجات پیدا نکرده، گویا برکتی با تو نیست. برادر من، خواهر من، مدعی هستی؟ اگر رفتی به ادعا گفتی عیسی مسیح اینه، عیسی مسیح اینه، اون خیلی خوبه، خب تو چی؟ چرا که من و تو قرار شاگرد مسیح بشیم. اگر ما شاگرد مسیح نباشیم، اگر مانند خود مسیح عمل نکنیم، ما مدعی بودیم. و آنچه را که کلام میگه مدعی برادران بر من حاکمه بر ذهن من، نه خدای حقیقی،
نه یهوه، نه عیسی مسیح، نه روح القدس. از این رو میباید در این قسمت دقت داشته باشیم ما ایماندارا. کلام خداوند به ما میگه ما فرزندان هستیم، ما شاهزاده هستیم، اقتدار خدا در ما هستش. همه اینا رو میگه. اگر ما فقط با همین واژه ها، با همین جملات رسول بازی کنه، چه بیهوده خوشدل هستم. اما در اعمالم اونطوری که مسیح میخواد نباشم. پس این هوشیاری همه ما باید داشته باشیم توی ابعاد زندگیمون. پس این یک بیداری هستش. از خودت بپرس مدعی هستی یا مرید هستی. اگر تا به امروز مدعی بودی، احتیاج به توبه داریم تا به مریدی برسیم، مرید مسیح. بله، تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: همه شما امشب درباره من لغزش می‌خورید، چنان که مکتوب است که شبان را می‌زنم. قبل از این اصلا خود شاگردان نگران شدند، ترسیدند، یه غمی در دلشون اومد. نمی‌خوام البته الان وارد مسائل سیاسی بشم، ولی خب الان خب بین به هر حال عزیزانی که طرفدار ترامپ هستن، عزیزانی که طرفدار جو بایدن هستن، دموکرات و رئیس جمهور هستن، دموکرات و جمهوری خواه هستن، شما ببینید وقتی که این گروه متوجه میشه این گروه داره میاد، یه ناراحت میشن، غمگین میشن. حالا شما ببینید عیسی مسیح که اینها معتقد بر این بودن، مطابق گفتار خودش پادشاه است، حالا داره میگه من دارم آماده میشم قربانی بشم بمیرم و شما نیز لغزش خواهید خورد. پس این غم در دل اونها اومده بودش. اشاره کلام خدا به این هست: هیچ چیزی اجازه ندید باعث غم تو بشه. عیسی مسیح مرد و قیام کرد. آمین. تمام. متی 24 امروز نیست. متی 24 از زمانی که مسیح رفت آسمان جفا بود، بر رسولان جفا بود، بعد از اونها هم جفا بود، تا به امروز جفا هست، از این به بعد هم جفا هستش. روزگار بدتر خواهد شد برای ایمانداران و مسیحی‌ها. اما ما نباید در غم باشیم. ما باید همونی باشیم که پولس رسول در فیلیپیان چند گفت؟ 4:4 گفت چی باشیم؟ شاد باشیم، بازم شاد باشیم، در خداوند شاد باشیم. این شادی رو داشته باشیم، مجال غم و اندوه رو نده. ترامپ رئیس جمهور شد، هاللویا. جو بایدن هم شد، هاللویا. شما میدونید من طرفدار ترامپ هستم، اما اول برای من عیسی مسیح و اراده اون مهمه. ما جلوی کرونا رو تونستیم بگیریم، جلوی دیگری هم اگه بخواد بیاد نمیتونیم. نمیخوام توهینی کرده باشم. دجال میاد، ما جلو دجال هم نمیتونیم بگیریم. اینو بدونیم. دعا میکنیم که خدا عدالتش بر روی این سرزمین انجام بشه. اما غم نباید تو دلت بیاد برای هیچی، چون مسیح مرد و قیام کرد و ما نیز قیام کرده هستیم. آمین. بله، بفرمایید. مکتوب است که شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند. لکن اینو در کتاب زکریا 13:7 هم بهش اشاره میکنه. بله، لکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در جواب وی گفت: هرگاه همه درباره تو لغزش خوردند، من هرگز نخورم. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن. اینو دوباره میخوام بخونم. آنچه را که پتروس داره میگه، واقعا پتروس اینگونه نیستش که بگه حالا مسیح رو داره ادعا میکنه. اون مسیح رو واقعا دوست داشت. اون وقتی که داره به مسیح داره میگه ببین عیسی مسیح، من تو رو دوست دارم، من به تو وفادار هستم، من رفیق نیمه راه تو نیستم، من همیشه با تو خواهم بود. داشت از با تمام دلش این رو میگفت، اما با دل جسمانیش میگفت، با احساس جسمانیش میگفت، نه دل روحانی که در کتاب حزقیال 11:19 اشاره میکنه، میگه دلتو عوض میکنم. با اون دل نمیگفت، داشت به طریق انسانی میگفت، ادعا میکرد فقط، اما حقیقتا از قلب انسانی خودش داشت صحبت میکرد. و تنها اون نبود، بلکه شاگردان دیگر هم همین ادعا رو داشتن نسبت به این موضوع. بله، عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. داره درس میگه که تو در جنگ روحانی قرار میگیری، چون شیطان میخواد روبرو من بیسته، مانع منم بشه. تو دیگه چی هستی پتروس؟
تو هنوز از روح القدس پر نشدی پتروس. من گاهی تو رو به قوت روح خودم برکت دادم برای درک درست، اما هنوز از روح القدس تو پر نشدی. پس تو در جنگ قرار میگیری، ادعا نکن. و این هوشیاری رو همه ما باید داشته باشیم، حتی در امور روحانی. اگر شما یک نیت خوبی دارید، واقعا یک رویای خوبی دارید، من این تجربه رو خودم دارم، که میخوای توی کلیسا، میخوای توی ملکوت خدا کاری رو انجام بدی، اول آماده شو بعد بگو. اول آماده شو، چون شیطان میاد میدوزه اون رویا رو، چون شیطان میاد آسیب بهت میرسونه، اذیتت میکنه. کلیسای ما تجربه رو داره. یه دفعه با امیر جان داشتیم صحبت میکنیم سر همین موضوع، به این نتیجه رسیدیم که بهتره که نگیم، اول قوتش رو بگیریم، حکمتش رو بگیریم و بعد بیایم بگیم، چون دزدیده میشه، چون به ما آسیب میزنه شیطان. شیطان آسیب میزنه، نه انسان. فقط شیطان هست، هرچند از انسان استفاده میکنه، اما در اصل این شیطان بود که اینجا در این جنگ روحانی پتروس رو قرار میده. بله، پتروس به وی گفت: هرگاه مردنم با تو لازم شود، هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. پس شاگردان دیگر هم یک چنین ادعایی رو داشتن که ما هرگز تو رو منکر نمیشیم. اما نقطه ضعف پتروس و شاگردان چی بود به نظر شما؟ میخوام بشنوم نقطه ضعفش چی بود. یکی دو تا جواب کوتاه من بدید. جان، تعصب. بله دیگه، اطاعت کورکورانه. خب، اما کلام خداوند در همین قسمت بریم میخونیم اشاره میکنه عیسی مسیح زمانی که قبل از این که بیان او رو ببرن برای صلیب، پتروس و چند شاگرد دیگر رو با خود میبره به باغ گتسیمانی و میگه بیاید با هم دعا کنیم. اون میره دعا میکنه، وقتی برمیگرده میبینه اینا خوابن، دوباره میره دعا میکنه، بیدارشون میکنه، میگه بیدار باشید. بعد دوباره برمیگرده میبینه خوابه، بعد میگه خب دیگه نمیخواد اصلا دعا کنیم بریم. میگه در کلام خدا میگه جسمن خسته بودن، جسمن خسته بودن، چون قوت روح القدس رو نداشتن. لذا ما میدانیم که در همین کلام اشاره میکنه، میگه عیسی مسیح رو فرشتگان در دعا چکار کردن؟ تقویتش کردن، خدمتش کردن، قوی شد. پس نقطه ضعف پتروس این بود که از روح القدس پر نبود، در دعا، در کلام خداوند اون قوت و توانایی نداشت. امروز اگر ادعایی داری، برای هر موضوعی ادعا داری، از روح خدا پر شو، از کلام خداوند برکت بگیر، به توسط پری روح القدس اعمال رسولان 1:8 و نیز برکت از کلام خداوند یوشع 1:8 بیستا با مسیح هم فکر و همراه بشیم. فقط اعلام نکنیم مثل پتروس، چون پتروس فقط اعلام کرد و همین نیز دلیلی شد که بدون درک درست نیز ادعا داشته باشه. یعنی عشق مسیح رو درک نکرد. عیسی مسیح وقتی در حضور خداوند بود از اون تقویت شد، یعنی امید گرفت، یعنی از محبت خدا تقویت شد. آیا وقتی ما میریم در حضور خداوند از روح خداوند تقویت میشیم به محبت خدا، به آتش روح القدس، امیدوار نمیشیم به اینکه خدا با ماست؟ وقتی این گونه اینو درک میکنیم، مسیری برای ما باز خواهد شد که فقط مدعی نباشیم، بلکه ما عاشق خدا باشیم، با عشق به خدا، به آنچه که اعلام کردیم عمل کنیم. باز شاعری اعلام میکنه: چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. کاری ندارم، من عاشق مسیحم، میرم در حضور خداوند، خستم، ناامیدم، نگرانم، به همم گفتم مسیح رو دوست دارم، حالا دیگه میبینم انگار دارم میبرم فشار زندگی، مشکلات، فقط کافیه بری در حضور خدا دعا کنی. همین، وقتی رفتی زانو زدی دعا کردی، خدا من تو رو درک میکنه، وجود ما روح مقدس رو پر میشه. اون موقع دیگه من به خاطر اینکه ترس از جهنم نمیرم خدا رو بپرستم، به خاطر اینکه برم تو بهشت نمیرم خدا رو بپرستم، من خدا رو میپرستم، عاشقشم، چون اون رو شناختم و خوشنودی اون رو میخوام. عشق حقیقی، عشق اصلی نیز معنا پیدا میکنه. بله،
آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمی به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. سپاسگزارم چون فکر کنم از 35 گذشتید. بله 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 بله، همون گونه که حالا زهر جان خوندم، من متا 26:41 رو براتون میخونم. اعلام میکنه بیدار باشید، داره به پتروس و رسولان میگه، امروز داره به من و شما میگه. میخوای مدعی نباشی؟ میخوای درک درست داشته باشی؟ میخوای بسنده نکنی به گفتار خودت، خدمت خودت، به این که من کلیسا میام دلم خوش باشه، من کلیسا میرم دلم خوش، من کلام میخونم دلم خوش، من ده یک میدم، میخوای از این بالاتر باشی؟ میگه بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راغب است لیکن جسم ناتوان هست. و این هوشیاری و این بیداری دلیلی خواهد شد که عزیزان حکیمانه عمل کنیم. و این هوشیاری به ما این قوت و این برکت رو میده که در ادعای خودمون با غرور نیستیم که آسیب به خودمون باعث لغزش بشه برای خودمون و برای دیگران. بله؟ آیه تموم شدش؟ بله بله، سپاسگزار هستم. پس آنجایی که عیسی مسیح رو به پتروس میکنه تا پتروس رو در مسیر اراده خودش تعلیم بده، این نبود که تو مرا سه بار منکر خواهی شد به زمانی که خروس بانگ میزنه. میدونیم که خروس، بانگ خروس در سحر هست، اصلا باعث بیداری هست. بلکه مسیح اشاره به موضوع بزرگتر از اون میکنه که در انجیل یوحنا شاهد بر اون هستیم. عذر میخوام، در انجیل همون متا 26:69-75 اشاره به این میکنه که پتروس آنچرا که مسیح اعلام کرد همون شد. تو مسیح شاگرداشو میشناخت، میدونست که پتروس داره با قلب قشنگش صحبت میکنه، اما قلبی که از روح القدس باشه با او سخن نمیگفت. از این رو در آیه 69 میخونیم که وقتی پتروس اعلام میکنن که پتروس تو جزء شاگردان مسیح هستی، پتروس علنا اعلام میکنه که نمیدونم چی میگید، من خودش میذارم به کوچه علی چپ. تموم، اصلا چی داری میگی؟ این پتروس همون پتروسیه که میگه من جانم رو میدم. این جنگ روحانیه. تعجب نکنیم فقط برای پتروس، من از خودم میگم، ما گاهی خدا رو اینجوری سورپرایز میکنیم. و آیه 72 نیز اعلام میکنه وقتی که به اون میگن تو یکی از اونها هستی، کلام خداوند میگه اون قسم خورد، یعنی گفته به خدا قسم من جزو اینا نیستم. پتروس قسم خورد، فراموش کرد که در انجیل متا 37-38 اشاره میکنه، میگه قسم نخور نه به موی سرت، نه به آسمان، نه تو نباشه، بله تو بله باشه. چی شد؟ پتروس همون شاگرد بود. من قوی تر از پتروس نیستم، اما امروز به توسط روح القدس میتونم قوی تر از اون زمانی باشم که اون مسیح رو منکر شد. امروز هر کدوم ما میتونیم این گونه باشیم. بیشتر در این رابطه صحبت دارم میکنم که هوشیار باشیم عزیزان، از روح القدس پر بشو. اگر از روح القدس پر نمیشی، نه تنها مسیر روحانی خودت رو نمیتونی ادامه بدی، مسیر امور زندگی زمینیت هم نمیتونی ادامه بدی. چرا؟ ما فرزندان خدا هستیم و مدام تحت حمله هستیم. در آیه بعدش نیز اعلام میکنه، باز شخصی به اون میگه که تو لهجت مانند جلیلی هست، تو مانند اونها هستی. ولی پتروس چی میگه؟ یادتون هستش؟ کی یادشه؟ میگه لعنت بر من اگر جز اونها باشه. این گونه داره منکر میشه. تعجب نکنیم اگر یک شخصی ایمان آورده مسیح، ادعا کرده، اما امروز یه جایی افتاده، براش دعا کنیم. کار دیگه نمیتونیم بکنیم. هفته گذشته در این رابطه صحبت کردم من که مواظب باشیم. حتما خادمینی هستن، حتما شبانانی هستن که روششون مطابق کلام خدا نیستش. من و شما باید چیکار کنیم؟ در انجیل یوحنا وقتی که حالا
به اونم میپردازیم بیشتر. وقتی که پتروس به عیسی مسیح میگه یوحنا چی میشه، موضوع یوحنا چی میشه، چه کار باید بکنی، میگه به تو مربوط نیست، تو چه کار کن، تو دنبال من بیا. امروز به رسولم همینه، هفته گذشته در این رسول به منم میگه رسول به تو مربوط نیست، فلان کشیش فلان خادم چه کار میکنه، براش دعای برکت کن، تو دنبال من بیا. همه ما باید همین گونه باشیم. حتی میخوام اینو عرض کنم که هوشیار باشیم. خیلی موقع هستش که عزیزان فکر میکنن ادعی هستن، بر ما مدعی هستن، مدعی ما هستن، ما رو اذیت میکنن با مطالبی که برای ما میفرستن، ما رو محکوم میکنن. ما باید چیکار کنیم؟ همون کاری رو میکنیم که گفتیم مسیح روی صلیب کرد، گفت خدای پدر از گناه اینان بگذر زیرا نمیدانن، و بعد براشون دعا کنیم. شخص حکیمی که در طول سال سفرهایی رو داشته در گذشته به سرزمینهای مختلف، وقتی به یک سرزمین، به یک روستایی میرسیده، بلا فاصله افراد اون روستا میومدن و شروع میکردن از اون پذیرایی کردن، تشویق کردن، خوراکی رو میدادن، شیرینی رو به اون میدادن اینا، تا اینکه وارد یه روستایی که میشه، برخلاف روستاهای دیگه اونها شروع میکنن به اون تهمت زدن، سنگ زدن، فحاشی کردن، و بعد این بی تفاوت رد میشده، هیچی نمیگفته. به هر حال بزرگ اون روستا، حالا کت خدا بوده هر چی بوده، میاد میگه ببین ما همه به تو تهمت زدیم، فحاشی کردیم، سنگ زدیم، تو هیچی نمیگی. ببین در طول این سفرم به هر روستایی که من رسیدم، این روستاها به استقبال من اومدن، به من شیرینی دادن، به من خوراک دادن، ولی من به اونها گفتم من روزه هستم. شما فکر میکنید اینها این خوراک و این شیرینی رو چیکار کردن؟ گفتم خب بردن خونه. گفت الانم هم به شما همین میخوام بگم، من روزه هستم، شما اینها رو ببرید خونه هاتون. شما وقتی که کسایی که مدعی شما هستن بر علیه شما حرف میزنن، تو محل کارت، توی موقعیت زندگیت، هر کجا، تو خدمتت، بی توجه باشی، اونها رو برمیدارن میبرن. پس اونهایی که مدعی هم هستن بر علیه ما، این هوشیاری رو داشته باشیم که اگر ما نخواهیم، بر زندگی ما نیز غالب نخواهند شد. اما عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 21 میبینیم که موضوع پتروس رو ادامه میده به نوعی دیگه، 15 الی 18، که سه بار به پتروس اعلام میکنه که آیا مرا محبت میکنی و دوست داری؟ پتروس گفت بله خداوندا، تو میدانی که تو را دوست میدارم. عیسی گفت بر راههای مرا خوراک بده، یعنی مجری عشق خودت باش. تفسیرهای بسیاری گفته شده که میگن این پتروس متوجه نمیشده که محبت آگاپه بوده و محبت دیگه ای رو داشته مطرح میکرده، که از اون سه محبتی هستش که در فرهنگ یونانی گرفته شده. اما من میخوام این رو عرض کنم خدمت، برای من این باز شده. عیسی مسیح به پتروس میگفت پتروس، آیا هنوزم تو مدعی هستی؟ مدعی قلب گوشتیت هستی که درش گناهه، درش تجربیاته، که به خیلی یا محبت کردی، اونها لگد بهت زدن، داری تجربیات بد رو روی من میاری؟ یا نه، تو من رو خداوند خودت میدونی که پر از عشق و محبتم و جانم رو برای تو دادم. چرا که وقتی که عیسی مسیح داره در انجیل یوحنا باب 21 با پتروس سخن میگه، زمانی هست که مسیح مرده بود و قیام کرده بود. اگر امروز عیسی مسیح برای من و تو مرده و قیام کرده، این رو باید بدونیم که نمیتونیم مدعی باشیم. عهدهایی رو که بستیم باید انجام بدیم. عهد تو با کشیش رسول، با کلیسا، با خادمی نبستی، عهدت رو با خدا بستی. و قبل از اینکه به سفره خداوند نزدیک بشیم، حتی عزیزانی که روی فیسبوک هستن، روی اینستاگرام هستن، عهدهایی رو که با مسیح بستید دوباره شروع کنید. اون میبخشه ما رو، اما ادامه بدیم عهدهای خودمون رو، چرا که مسیح هنوزم داره به ما همین رو میگه، اعلام میکنه آیا مرا دوست داری؟ امروز داره به من و شما میگه آیا مرا دوست دارید؟ ما فقط نمیتونیم بگیم ما دوستت داریم. اگر همین قلبی انسانی بگیم، مسیح دوباره سوال میکنه رسول منو دوست داری؟ میگم آره خداوند، خودت میدونی من دوستت دارم، تو تلویزیون میرم، از تو صحبت میکنم، کلیسا میرم. میگه بر راه گوسفندای منو خوراک بده.
یعنی چه کار داری میکنی رسول؟ اون داره از من میپرسه. لباسی که تن تو کردم لباس خدمتی بود که من و خلق من رو خدمت کنیم، لباسی نبود که خودت رسول خدمت کنیم. هوشیار باید باشم. امروز اگر خدا من با شما داره صحبت میکنی رو ببین، بانک خروس فقط برای پتروس نبود. نویسنده اعلام میکنه که تصور من بر این هستش که پتروس نه بعد از اون سه باری که بانک خروس صدا زد و گریست، پتروس در تمام عمرش وقتی که خروس بانک میزد اون میگریست و گریه میکرد، به یاد این میافتاد که مسیح رو منکر شده. اگر قولی به مسیح دادیم، اگر عهدی رو به مسیح بستیم انجام ندادیم، وقت توبهش هست. نمیگم بلا فاصله انجام بدید عهدتون، برو در حضور خدا اراده خدا رو بخواه. وقتی که اراده خدا رو میخوای مطمئن باش که روی پایه‌های غرورمون نایستادیم، چرا که اونجایی که ما فقط مغرور هستیم آسیب خواهیم خورد. چرا که در اول قرنتیان 10:12 پولس اعلام میکنه: پس آنکه گمان برد قایم است با خبر باشد که نیفتد. پتروس این گونه فکر میکرد. پتروس توکل به آنچرا که در وجودش و معیارهای انسانیش بود، من در طول عمرم هرگز دل کسی رو نشکستم، بدقولی نکردم، پتروس این گونه فکر کرد، ولی آسیب خوردش. اما وقتی که به پیروی از کلام خداوند در دعا و روزه میریم، خودمون رو تقویت میکنیم، نتیجه این خواهد شد که داوود پادشاه در مزمور 17:5 میگه: قدمهایم به آثار تو قائم است. یعنی می ایسته، آثاری که در حضور تو پر شدم، وعده های تو دیدم انجام شد، قدمهایم به آثار تو قائم است، پس پاهایم نخواهد لغزید. مسیح گفت رسولان لغزش میخورید، برای همین اونها رو برد به دعا. برای از این رو تشویقتون میکنم به وعده هایی که تا به امروز به خدا دادیم براش دعا کنیم، ناامید نشیم. حتی اگر سال هاست گذشته، خواهشم این هستش که امروز در این وقت وقتی باشه که توبه کنیم و از خدا تقویت بشیم برای اینکه عهدمون رو ادامه بدیم. در انجیل متا 6:16-27 نیز اشاره میکنه: پسر انسان، یعنی مسیح، پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید. مسیح داره میاد. بیزینس داری، زندگی خودتو داری، می خواهی برنامه های زندگیتو بری پیش، بسیار عالیه، همه رو تحت پوشش اراده خدا برو جلو، ولی بدون مسیح داره میاد. خیلی آلوده نشی، از مسیح، از کلیسای مسیح، از کلام خداوند، از پوری روح القدس، از رسوندن خبر خوش دور نشو. در غیر این صورت ما فقط مدعی هستیم، ما فقط مسیحی هستیم. بچه های ما مسیحی زاده خواهند شد، مثل خیلی از مسیحی زاده ها که به دنبال مسیح نیستن. ما مینگونه خواهیم شد. این دوران گذشت، روزها روزهای آخر است. ایرانی ها باید مسیحیانی باشن که با ادعا نیستن، بلکه مرید کامل مسیح هستن. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید و به هر کس بر طبق کارهایش پاداش می دهد. نمیگه ایمانش، میگه کارهایش. کارت برای خداوند. به طور خاص در این دوران قرنطینه، دوران قرنطینه برای ما قرنطینه جسم بود، قرنطینه روح نبود. این رو باید بدونیم که نمیتوانیم ما دوران قرنطینه رو بگیم یک دورانی شد ما دیگه کاری به کلام نداریم، به مسیح نداریم. خب اون که اونم کار نداره دیگه، تمام دیگه. اگه آرامش تو زندگیمون نیست، اگه شادی تو زندگیمون نیست، اگر خوشی نیست، اگر امید نیست، دست خداوند امید، خداوند شادی، خداوند قوت رو کنار گذاشتیم گویا. از اینو تشویقتون میکنم. تا هفته دیگه اونهایی که احساس ضعف میکنن لطفا روزه بگیرید. نمیگم چگونه روزه بگیرید، نمیگم چند ساعت، در دعا و روزه باشید، از روح خدا پر بشید. باز یک بار دیگه میگم، ای کاش انسانها به مسیح ایمان نیاورند، چون میتونن به طریق خودشون کیفشون تو این دنیا بکنن، ولی وای بر آنانی که ایمان میآورند اما در عهد با مسیح کامل نمیستن، چون شیطان مدام اونها را آسیب میزنه و باعث رنج اونها خواهد شده. موافق هستیم نزدیک سفره خداوند بشیم؟ اگر موافق هستیم بیستیم با هم دیگه. و عزیزانی که در خانه هستن، نسبت به کلامی رو که خواندیم و نسبت به آنچه که
پولس رسول در اول قرنتیان باب 11 اشاره میکنه هوشیار باشیم زمانی که به سفره خداوند نزدیک میشیم با گناه نزدیک نشیم. یکی از گناهان ما عهد شکنی های ما میتونه باشه، یکی از گناهان ما ادعاهای ما میشه که ما مدعی بودیم، مدعی به هیچی نباشیم. اگر فیض مسیح نبود امروز ما نیز نمیتوانستیم در این خدمت، در این واقعیت ایمانمون بیستیم. پس تقدیس کن فکرت رو، دلت رو، احساست رو و بذار از این لحظه به بعد یک مرید کامل باشی، شاگرد مسیح باشی. به ادعا فقط جلو نرو. آمین. از برکت